در همین رابطه همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر. خوش آمدید خانم بنی هاشمی. خانم بنی هاشمی، این نکته در گفته های آقای بیات هست، اونم این که تعاریفی که اساساً هیچ موجز نیستن، برداشت های موسع و گسترده میشه ازشون داشت در یک قانون، اساساً یه همچین چیزی اسمش رو میشه قانون گذاشت؟ درود به شما و بینندگان عزیز. مشکل همین هستش که در واقع این لایحه که تازه در کمیسیون قضایی رفته و از 15 ماده تبدیل به 70 تا ماده شده، در واقع مشکل اساسی، یک مشکل نداره، مشکلات بسیاری داره، برای اینکه در واقع این قانون به قدری به قول شما خواسته وسیع نوشته بشه، موسع باشه، که در واقع تمام موارد داخل جنبش زن زندگی آزادی رو به نوعی در واقع فراگیر باهاش بتونن برخورد بکنن. به همین دلیل میتونیم بگیم که به یه نوعی به زعم بسیار از حقوقدانان، از جمله آقای بیات که خودتون اشاره کردین، در واقع اصلا کارایی خودش رو در طول زمان به زودی از دست خواهد داد. اما سوال این هستش که آیا این موضوع با مزاق نظام و هدف رژیم دور خواهد بود یا نه؟ به نظر میرسه که حتی در مورد مسئله قانون استفاده از ماهواره که در واقع در طول زمان بی اثر شده، رژیم از این موضوع ناراحت نیست یا در تلاش نیست که قانونی بذاره که واقعا بتونه اجرا بکنه. به نظر میرسه که این بیشتر میتونه گاهی اوقات حتی قوانین این چنینی جنبه پیشگیری داشته باشه که در صورت لزوم اگر نیاز بود بتونن در واقع افرادی رو با این مسئله ضرب و بسط بگیرن و در واقع بتونن موارد قانونی رو بر اونها اعمال بکنن. در پس از جنبش زن زندگی آزادی، خیلی از در واقع افراد و حقوقدانان هشدار میدادن به اینکه مسئله حجاب، اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی گفته شده، مسئله نیستش که مجازات هایی نیستش که در واقع شما دارید با معترضین اون چنان برخورد میکنید. به همین دلیل به نظر میرسه که در تلاش بودن که این بیش از 70 خورده این ماده تلاش بکنه که در واقع قشهای خود سر افراد کندروی داخل حکومت رو راضی بکنه و از طرف دیگه در واقع این رو هم، این امکان رو هم به رژیم بده که در صورت بالا گرفتن مسائلی در نزدیک شدن با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی، در واقع امکان این باشه که این دفعه با تمسک به قانون این بار در واقع به جنگ زنان و شهروندان برن. بله خانم بنی هاشمی، حالا یک بخشی از گفته های آقای بیات اشاره کرده به مزاحمت برای نوامیس که حالا کلمه خودش کلمه جنسیت زده است، ولی اساسا این که هیچ قانونی میتونه حقوق مدنی اجتماعی افراد رو نادیده بگیره، نقض بکنه؟ متاسفانه ما تناقضات قانونی در این رابطه در این دست بسیار داریم، برای که مثلا در قانون اساسی، قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که در واقع مبناش رو بر اون گذاشته و در واقع وجهه قانونی بودن خودش رو میتونیم بگیم از تصویب قانون اساسی به زعم خودشون گرفتن، در همین قانون در واقع بارها اشاره شده که مسئله شأن و کرامت شهروندان در اولویت هست. حالا در یک همچین شرایطی شما قانون مجددی رو دارین به تصویب میرسونید که اجازه میده که همه افراد در واقع یک دست به دوربینی بشن و شروع کنن در واقع از شهروندان دیگر به فیلم گرفتن و در واقع راپورت دادن و مسائل این چنینی، یعنی به نوعی هم شهر و ایجاد خشونت میان شهروندان میکنید، کاری رو که وظیفه ضابط قضایی هست رو بر عهده عموم مردمی میذارین که در واقع در طرف مقابلی هستن و به هر دلیلی، حالا اعتقادی یا منفعتی، فکر میکنن در واقع باید در این رابطه حرکتی رو انجام بدن. بنابراین اگر گشت ارشاد اینقدر در واقع منجر به خشونتی شد که نهایتاً مهسا امینی رو، مرگ مهسا امینی رو در پی داشت، حالا این دفعه باید احتمالا شاهد خشونت‌هایی در خیابان باشیم که میان مردم زد و خوردهایی صورت میگیره. برای اینکه یکی از بزرگترین مشکلات این قانون همین روبرو کردن شهروندان به جای ضابط قضایی و شهروندان.